خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از که هراسان شوم؟ هنگامی که بدکاران بر من هجوم آوردند تا مرا نابود کنند، لغزیدند و افتادند. حتی اگر لشکری بر ضد من برخیزد، ترسی به دل راه نخواهم داد. اگر علیه من جنگ برپا کنند، به خدا توکل خواهم کرد و نخواهم ترسید. با درود به شما بینندگان عزیز برنامه گواهی ایمان از شبکه شادی تیوی، امیدوارم در این ایام نوروزی خوب باشین و همینطور در نامه فیلیپیان که گفته 4:4 شاد باشین و در خداوند همیشه شاد باشین. عزیزان، یک بار دیگه مهمان خانه های شما هستیم در برنامه گواهی ایمان و کنار من داریم کشیش رسول محترم. ممنونم که اینجا هستین. ممنون از دعوتتون. مرسی. خب همینطور که میدونی کشیش رسول بدنم در مهمان برنامه من بودن، ولی میخواستم این بار کشیش رسول از شما بپرسم که البته شنیدیم که چطور خداوند در قلب شما کار کرد و چطور دخترتون رو شفا داد که چقدر زیباست این گواهی ایمان، ولی میخواستم بپرسم از شما که از موقعی که از ایران به آمریکا اومدین، مطمئنم یک سفر طولانی هم اونجا داشتین که خداوند با شما کار کرد. بله. و میخواستم این گواهی ایمان رو اگه بتونین با بینندگان عزیز شیر کنین. خواهش میکنم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، ممنون از اینکه لطف کردید. خواهش میکنم. آلانوشان وقتی که تشریف میرن آفیس، خب در خدمتشون هستیم برای برنامه‌ها و خدماتی که توی آفیس انجام میدن. یک دفعه به ذهنشون میرسه یک کاری، میگن من کار دارم، میگه نه بعد از تو بیاد. بارها من شنیدم گواهیتون، اما امروز میخوام یه سوال دیگه بکنم. گفتم ببینم سورپرایزم کردن ایشون که بله، البته خب تمام زندگی ما آلانوشان، همونطور که خود شما سالهاست به مسیح ایمان آوردید، تمام زندگی ماها گواهی هست. یعنی مثلا با مسیح راه رفتن تعریفش همین هست که بتونیم خاطرات زیبایی از مسیح داشته باشیم، یادگاری های زیبایی از مسیح داشته باشیم و بتونیم اون رو اعلام کنیم. و خودش چقدر زیباست در مزمور 119 بارها و بارها از این کلمه شهادت، حالا ما میگیم گواهی، که رونتر باشه در سخن مثلا زبان فارسیمون، که عزیزان بدونن اون گواهی ما موضوعی هستش که باعث ایمان ما شده و یا تقویت ایمان ما شده. بارها در مزمور 119 اشاره میکنه و میدونیم که طولانی ترین مزامیر هستش در کتاب مزمور. بله، اما این خیلی مهم هست. ما وقتی با مسیح راه میریم، حقیقتا میتونم بگم که زندگی ما پر از خاطرات شیرین از مسیح هست. حتی در زمان سختی و مشکلات هست که ما یاد میگیریم از خداوند و با معجزات و کارهای خارق العاده که انجام میده مسیح در زندگیمون، ما برکت میگیریم. منم زمانی که مسیح ایمان آوردم، خب راستیتش به خاطر اون شرایط سختی که توی ایران داشتم از نظر موقعیت سیاسی، چون قبل از که من مسیح ایمان بیاورم یک فعال سیاسی اسلامی بودم و حتی در این رابطه بارها عرض کردم تیر خوردم و تنها کسی هستم که تا اونجا اطلاع دارم تو اون بیمارستانی که همه زخمی ها رو بردن، با فیض خدا بود که منو فراری دادن و بدن من که غرقه خون شده بود تماس گرفت یکی از پرستارای خوب اون بیمارستان و با پدر من شماره تلفن از من گرفت و من رو از پایین ساختمون اون بیمارستان، یه دریچه کوچیک بود که معمولا زباله ها رو از اونجا بیرون میکردم، بعد دست من رو که پانسمان کردن، من رو پنهانی از اونجا فراری دادن. و بعد از این که برحال حالا باز میخوام که چرا پنهانی از اونجا فرار دادن؟ چون که اگه میدیدن نیروهای انتظامی نمیذاشتن ما از بیمارستان بریم، چون من تیر خورده بودم به خودم مخالف رژیم بودم
و خود پاسدارا اونجا دور بیمارستان بودم. ولی اون موقع هنوز به مسیح ایمان نداشتم. نه. و خیلی جالب وقتی ما از اونجا اومدیم بیرون یکی دو تا کامیون دیدیم که یکیش هم این نماینده مجلس آقای هادی قفاری بود، یه آخوندی بود که ایشون هم البته پدر منو میشناخت و منو میشناخت و میدونست که ما مخالف هستیم، مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم. 100% اونجا ایشون دلیلی میشد که منم مثل بقیه اعدام بشم و به هر حال این فیض خدا بود. اما بعد سالها که من مسیح ایمان آوردم در فکر و اندیشه، البته قبل از اینکه ایمان بیارم در فکر اندیشه این بودم که از ایران بیام بیرون. وقتی مسیح ایمان آوردم تصور کردم که خب حالا که ما که پروندهمون برای جمهوری اسلامی سیاست، چون که به عنوان یک شخص مخالف سیاسی هستید، حالا که مسیحی هم شدم دیگه وای دیگه چی میشه دیگه. خدمت خب مسیحی هم که بودم یه مسیحی اکتیو بودم، یعنی این گونه نبود که بگم حالا مسیح ایمان آوردم میرم دنبال زندگی خودم و این ایمانم رو پنهان کنم. من توی فامیل توی خانواده حتی وقتی قوم میرفتیم اقوام ما با توجه به اون که اون تعصبات که داشتن من بشارت شدم و خیلی هم به مسیح ایمان آوردن به خاطر اینکه حقیقتا همون گونه کلام خدا میگه هر زانوی در برابر این کلام زنده در برابر عیسی مسیح خم خواهد شد. مشروط برای اینکه طالب حقیقت باشن. آمین. و به هر حال در سایه دادن بعد 4-5 ماه به مسیح ایمان آوردن رفتم ترکیه. حتی من UN قبول شدم اما خداوند با قلبم صحبت کرد در یک سرزمین دو پادشاه نمیتونن حکومت کنن، بعد سری برگرد که اون موقع برام مفهومی نداشت این مسئله که یه سرزمین دو تا پادشاه قصد شه. بعدها البته برگشتم من و حالا وقت نیستش بخوام دربارش خیلی توضیح بدم، برگشتم با جنگ هایی که کردم اما برگشتم به ایران و وقتی که داشتم برمیگشتم خداوند با قلبم صحبت کرد تو و اهل خانوادت رو از ایران میارم بیرون اما تو هم باید تو ایران باشی. و به هر حال رفتم و دوباره مشغول کار و زندگی شدیم و خدا منو خیلی برکت داد، از نظر درآمدی برکت داد، همچنین از نظر خدمتی منو برکت داد. و تصورم به این هستش که در طول هفته من حداقل فکر میکنم 3 روز در هفته رو تو همون محل کار خودم کلاس میذاشتم و کلاسایی که میذاشتم حداقل 10-15 نفر بودم و توشون کارگر بود، تو این کلاس ها کارگرهایی بودن که از شهرستان اومده بودن و همچنین ما استاد دانشگاه داشتیم، جز اساتید دانشگاه که کسایی بودن که به عنوان شاگردای مسیح در اثرته بودن. و باور کنم چقدر برای من سخت بود اینها رو درباره مسیح با اینا صحبت کنم، ولی اینا عشق میریختن وقتی گوش میکردن، در از سخنان من نبود، سخن اون آزادی بود. برابر برابر. و حتی پاسدار رو من چند تا پاسدار رو بشارت دادم و با چه قلب زیبایی. برای همین هستش که ما توی جایگاهی هستیم باید برای بسیجیامون، برای حتی اونها که لباس روحانیت آخوندی برتن دارم بسیجی هستم، خیلی از این عزیزان هستن که حقیقتا نمیدونن و با قلب قشنگشون رفتن در این مسیر خدمت اما چون نمیدونن دارن آسیب میزنن، ولی دعا کنیم که خداوند قلبهای اینا رو لمس کنه. بعد از چند سالی که من در ایران بودم و در کنار خدمتم هم تعلیم میگرفتم و هم خدمت میکردم و هم کار میکردم و واقعا هم درآمد بسیار خوبی رو خداوند به من داده و این برکت خدا بودش، یک روز که از خواب بیدار شدم در حضور خدا رفتم، خدا با قلبم صحبت کرد تمام زندگی تو تبدیل به یک بقچه بکن و از ایران بیا بیرون. وقتی من اینو به همسرم گفتم، همسرم بلا فاصله جبهه گرفت، گفت نه قبلا این کارو کردی نشده، دیگه نباید این کارو کنی. گفتم اوکی. من اصلا چون شرایط همه چیز عادی و خوب بود برام و واقعا هیچ تهدیدی نمی‌شدم، البته یکی دو بار شده بود که اطلاعات جمهوری اسلامی محل کار من اومده بود و حتی اعلام کرده بود که ما اینجا هستیم، می‌خوایم از شما و شما رو ببینیم، حتی دستگاه فیلمبرداری من نشون دادن که توی محل کارم گذاشته بود، گفت من فیلمبرداری می‌کنم از شما. می‌دونستم تحت تعقیب هستم اما تهدیدی نداشتم که بگم الان باید فرار کنم برم، سعی می‌کردم مواظب باشم مراد. بعد از اون دوباره فرداش دوباره خدا با قلم صحبت کرد بیام. منم همیشه به زهره جان میگفتم، به همسرم میگفتم
مثل که موقعش ما از ایران بریم بیرون. گفت نه تو الان میخوای یه خونه بخری، میخوای بیزینس تو وسیع کنی، اصلا چنین شرایطی غیر ممکنه، عاقلانه نبود. در اصلا من با خادمین در میون داشتم، جالب بود، خادمین کلیسا هم همه وقت دعا میکردم، گفتن خدا میگه تو باید بری. آره. و تا اینکه بعد از دو سه هفته بود یه روز خداوند خیلی سریع با قلب من صحبت کرد و من گفتش که بر ابر سفید سوار شدید و بر صخره فرود آیید و تمام نگاهتون به آسمان باشه. که خب برای من روح القدس باز کرد. ابر سفید در از هدایت خدا هستش، میدونیم که در کتاب خروج هم میخونیم که میگه در روز روح القدس به توسط ابر خودش رو نشون میداد و در شب به توسط نور و آتش. پس با هدایت روح القدس برای رفتن بودش. صخره خود مسیح اراده خداست که هر کجا خدا خواست ما باید بریم و آسمان یعنی هیچ نگاهی به این دنیا نداشته باشیم. لازم نیست که من برای زندگیم دیگه اندیشه کنم، این اندیشه اندیشه خداست، خدا به فکر زندگی من هست. همونطور که خدا دو بار قوی با قلب من صحبت کرد در این سرزمین آمریکا، خدا میزبان من هستش. آمین. اون موقع که من خیلی نگران بودم. در هر صورت به جایگاه رسیدیم که باز بخوام کش رسول میدونستین که کجا میخوایین؟ نه نمیدونستین فقط اصلا. تنها پیامی که من از خدا گرفته بودم این بود که از ایران بیام بیرون، هیچی نمیدونستیم. تا اینکه حالا خوب شد این سوالو کرد. خیلی موضوعات هست، یعنی باز اگر سه ساعتم من درباره صحبت کنم انقدر در این مسیر برکت هستش که بله، چقدر خداوند با لطف که داشته من با من ملاقات میکرد که من از ایران بیام بیرون و چه کارهایی انجام داد. یعنی من تو این مدت خونه خریدم، سه بار خونه که خریدم و تموم شد طرف به هم زد، حتی دفعه خودم بی خودی به هم زدم و بیزینس خریدم، یه پاساژ توی پاساژ یه مغازه بزرگ خریدم، اون به هم خورد. همه برنامه ها به هم میخورد. اصلا دیگه من حتی پدر من که خب اون زمان البته مسلمان بود در اون زمان اومد گفت بابا من فکر کنم تو باید بری. گفتم چرا؟ گفت اصلا هیچ کار اینجا درست نمیشه. حتی پدرم با اون دیدگاهش اون زمان به من یه چنین نصیحتی کرد. بنابراین این ادامه داشت تا اینکه یه روز من رفتم خونه یکی از ایمانداران. وقتی وارد خونه اون ایماندار شدم، اون شخص شدم، یه آقای روبروی من ولی پشتش به سمت من بود توی اتاق بزرگ داشت دعا میکرد، خودش تنهایی. من دعا میکرد، دعاش که تماشا اومد پیش من و ما سلام علیک کردیم، ما هم صحبت کردیم. گفت شما مسلمان هستید، مسیحی هستید؟ گفتم مسلمان بودم، الان به مسیح ایمان آوردم مدتیه. گفت من که شما رو تا حالا ندیدم، من روز دوم از آمریکا اومدم و بعد از 15 سال تازه اومدم از آمریکا و الان دعا میکردم، خدا با قلبم صحبت کرد که کسی که پشت تو هستش اسپانسورش رو برای اومدن به آمریکا. گفتم اسپانسور یعنی چی؟ گفت یعنی من تو رو ساپورت کنم بری آمریکا. گفتم نه آمریکا برای چی؟ من برم آمریکا چیکار کنم؟ پشت سر شما یعنی در اون جایی که بودی؟ نه ایشون جلوی من در از پشتش به من بود. درسته. داشت دعا میکرد. درسته. خدا با اون صحبت کرد. مردی که پشت سر تو هست در همون مکان، در همون مکان اونو اسپانسورش شد و بعد به منم لطف کرد، یه شماره تلفن توی کاغذ داد، گفت این شماره تلفن من هستش که توی آمریکا زندگی میکنم، هر ماه خواستی بیای دعا کن، خواستی بیای من در خدمت هستم. چون اصلا نه انگیزه ای داشتم نه واقعا ما آمریکا کسی رو داشتیم برای آمریکا. اومدم بیرون اون کاغذ اصلا انداختم دور، ولش کردم، بده چه دردم میخوره. حتی ناگفته نمونه، ایشون اسمشون یوحنا هستش، بعد از یوحنا به من گفت تو خدا رو باید اطاعت کنی، همش فرار میکنی از آنچه که خدا بهت میگه. چون وقتی باش بحث کردم گفتم من خواه آمریکا نمیخوام بیام. این تموم شد. اما هر روز خداوند به نوعی منو هدایت میکرد که من باید. حتی فراموش نمیکنم، حالا اینو میگم اگر دوست داشتید بریم یه سرودی رو داشته باشیم به خاطر اینکه مردم خسته نشن عزیزان ما. یه روز توی خیابون که داشتم راه میرفتم گفتم خدای من چه کار کنم، چرا کارام اینجا درست نمیشه؟ پول داشتم اما چرا من نمیتونم بیزینس درست کنم؟ چرا خونه نمیتونم بخرم؟
با اینکه پول دارم. بعد گفتم خدا بدن تو میخوای که من بیام از ایران بیرون؟ چون یه نگرانی که من داشتم این بود که توی فرودگاه احتمال داشت منو بگیرن، هم به خاطر پرونده‌ای که از موقعیت سیاسی داشتم و هم به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده بود در رابطه با خدمتم توی ایران که احتمال میدادم که توی فرودگاه اجازه ندن من برم. بعد همون موقع گفتم خدایا اگه واقعا میخوای من بیام بیرون، خواهش میکنم درهای فرودگاه ها رو برای من باز کن تا من موفق باشم. و همون زمان دیدم دستم گرم گرم شد و من در رویا مسیح رو کنار خودم دادم که دست منو گرفته. گفت نگاه کن و من همینطور نگاه کردم، درهای تمام فرودگاه درها داره باز میشه و من و خانوادم داریم میریم. گفت ولی کاشکی از من خواسته بودی که در آسمان رو برای تو باز کنم. و همون موقع من توبه کردم، گفتم خدایا منو ببخش. و خدا میدونه من تو رویا دیدم که دیدم توی آسمان یه در قدیمی چوبی بزرگ، این در برای من باز شد و من دیگه گرمی دستم رو حس نداشت و دیدم مسیح کنارم نیستش. و اون موقع بود که من توبه کردم و فرداش رفتم پیش کشش محترمون، کشش بارتان عزیز، با کسب اجازه از ایشون البته، رفتم و گفتم که من این رویاها رو دیدم، قصد رفتنم ندارم برادر، اما خدا داره همش با قلم صحبت میکنه. ایشون وقتی صحبتهای منو گوش کرد و دعا کرد، بعد گفت حالا دوباره زانو بزن. گفتم چرا؟ گفت میخوام دعا کنم برای رفتنت. و جالبه در اون زمان برادر بارتان یا برادران عزیز دیگه که ادوارد عزیز، معمولا تو اون زمان دوست داشتن افراد باشن در درسته داری، اما خب به ندرت هم به کسی میگفتن شما برید، مثلا با هدایت خدا میگفتن این عزیزم، اما به من گفت باید بری. و از زمانی که کشیش وارتان لطف کرد اینو بر من دعا کرد و اینو گفت تا زمانی که من از ایران اومدم بیرون که باید من بیزینس هامو میفروختم، کارامو انجام میدادم، 15 روز کشید. و اون کسی که کارهای قانونی ما رو انجام میداد، چون من دنبال این نبودم که کار خلافی بکنیم، مطابق کلام خدا با قانونی ما میخواستیم ویزای شنگل بگیریم، به من گفت احتمال داره 1 سال بکشه این کار اگه بخوای غیر قانونی میتونی الان بری، اما اگه کار قانونی بخوای بکنی 1 سال میکشه. و زمانی که ایشون کارهای منو انجام داد، گفت 3-4 نفرم جلوتر از شما هستن، هنوز موفق نشدم. و اون روزی که من رفتم، ایشون اومد من گفت خب شما از اون سفارت مدارک تو گرفتی، ببخشید شما قبول نشدید. گفتم ای قبول نشدم. گفتم خب قبول نشدم دیگه من نمیرم. گفت نه. گفتم ببین من به شما گفتم عیسی مسیح که خداوند من هست، اگر بخوام برم همین الان من باید کارام درست بشه برم. درسته. اگه نرم پس دیگه به هیچ وجه من نمیرم. بعد گفتش حالا مدارک تو گرفتی؟ گفتم نه، یه کاغذ من داد. گفت این برگه قبولی توه. آخه توی هم باور کن روبروی همون پس سفارت. پس نگاه نکردی بودین هنوز؟ نه، فقط یه برگه بهتون داد. به من یه برگه داده بود، تاریخ زده بود. منم متوجه قصه نشدم که چیه. بعد اومد ایشون که تو همون جلوی سفارت این شخص زانو زد. باور کنید پاچه های پای منو میکشید، میگفت خدای تو کیه؟ گفتم من بهش که بهت گفتم خدای من عیسی مسیح است. گفت حقیقتا تو با معجزه خدا داری میری، چون اونا هم قبول نشدن ولی تو الان قبول شدی. این نشون میده حقیقتا برای من دعا کن. بعد برار کنم برایشون دعا کردم و که رفتیم توی مراحل بعدی که اگر موافق باشید، اگه دوست دارید میخواد درکی داشته باشید، سرود پرستشی گوش کنی و برمیگردیم با شما خواهیم بود، با ما باشید. چون نسیم
به عمق تازه از حضور می کشد مرا حضور تو می برد مرا حضور تو با درود مجدد به بینندگان عزیز برنامه گواهی ایمان از شبکه شادی تیوی. داشتیم با کشیش رسول درباره گواهی ایمانی که داشتن میگفتن که چطور شد که از ایران اومدن خارج با خانواده خودشون و میخواییم که بقیه داستانو بشنویم کشیش رسول. پس اونجا بودین که دیگه شما قبول شدین و اون برگه رو گرفته بودین و بر. اون یه معجزه بود از طرف خداوند حقیقتا ما یعنی تمام حتی خیلی جالبه اساسای ما تو یکی دو روز فروخته شد شما میدونید تو ایران واقعا چقدر سخته بله. و باور کنید قیمتایی که پولی که ما گرفتیم برای اساسمون حداقل میخوام بگم دو برابر بله. اون چیزی بود که ما فکر میکردیم یعنی تمام جنس اساس زندگی ما دو برابر فروخته شد و هر کسی اومد دید اینها رو گرفت یعنی اصلا مشخص بود که خدا با ما هست این قضیه واقعا و بعد از اینکه همون که عرض کردم کشیوارتان عزیز برای من دعا کردن 15 روز شد که بعد من دیگه در اتریش با خانوادم رفتم اما خیلی جالبه که
زمانی که ما وارد فرودگاه شدیم این دلهوره بود که هر آن امکان داره ما رو بگیرن، ولی خدای من نشون داد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. خب زمانی که ما اومدیم، این برمیگرده به 16-17 سال پیش که در اون زمان خیلی فرودگاه ایران با حساسیت سختی درسته افراد را رد میکردن، حتی یادم هست این سر آستینا رو نگاه میکردم، دست میزدم و خیلی بازدید سختی داشتم. سر آستینا یعنی چرا؟ که نکنه کسی دلار قایم کرده باشه، یعنی اینقدر دقیق بودن و حتی برای بردن فیلم کتاب شما باید وزارت ارشاد میرفتی که تایید میکردن و اتفاقی که افتاد، حالا ما قبل خبر نداشتیم، یه نفر ما رو لو داده بود و اینو وقتی اومدیم آمریکا به ما خبر دادن که یه نفر به فرودگاه ایران زنگ زده بوده و لو داده بوده ما رو. و اون شخص هم خیلی جالبه که وقتی به اون شخص، حالا اون شخص هر کی بوده نمیدونم، اطلاعاتی بوده که گفته اگه چنین آدم خطرناکی به این راحتی میخواد از این فرودگاه عبور کنه، همون بهتر که عبور کنه، مگه میشه؟ بعد دوباره کلیسا رو گفته، فلان کلیسا فلان جا هستش، فارس زبان ها اونجا هستن، ایشون گفته جایی که دولت باز میذاره ما کی هستیم که ببندیم. و خیلی بعدا با اون شخص درگیر میشن، حتی زبونی، یعنی که من خبر دادم. ولی خب ما رو لاین، توی لاین داشتیم میرفتیم، توی صف بودیم من و خانواده‌ام، دفعه یه لاین جدید باز شد و ما رو صدا کردن و منم کیفم و چمدونم رو گذاشتم روی میز که بریم. گفت احتیاج نیستش، یعنی باور کنید ما از رئیس جمهور راحت تر رفتیم از ایران بیرون. گفتم هیچ، گفت نه بفهمید، کسی دیگر هم اجازه ندادم، که اصلا من اونجا ترسیدم، گفتم او اینجا یه قصه دیگه است. و وقتی که رد شدیم اون قصه، این یه شکی بهتون اومد که شاید آخه بودم چرا ما رو بازدید نکردم. بعد مثل که بچه شده باشدم ذهنش، باور من برگشتم گفتم من چند تا فیلم هم دارم، حالا این فیلم ها همه مال کلیسا بود، گفتم این فیلم ها رو من میتونم برم بیارم. گفت بفهم. رفتم بعد دیدم مادرم که روح شاد داره هم تو دستش گاز میگیره زیر چادرش و مادر خانم هم داره دستش فشار میده. گفت چی شد، اتفاقی؟ گفتم هیچ اتفاقی نیفتاد، اون فیلم ها رو من بده. من فیلم ها رو هم گرفتم، گفتم بفهم به اون شخص. گفت نه بفهم، خواهش میکنم بفهم. و باور کنید با تمام احترام و محبت ما رو از کلیسای میگم از فرودگاه ایران ما اومدیم، نه بازدید شد چمدونامون و نه ما رو بازدید کردن، به راحتی اومدیم، مثلا این یک معجزه. خب ما گفتیم چی شده، مثلا اینا ما رو انداختن بیرون، یعنی خواستن ما بریم از ایران بیرون. یعنی اصلا هزار تا فکرون. ولی وقتی رسیدیم به اتریش توی فرودگاه، هواپیما که بودیم، یه هموطن عزیزی که به من گفت بالای 20 سال هست که اتریش زندگی میکنه، بیزینس داره، ما هم صحبت کردیم و بعد من شروع کردم تو همون هواپیما ایشون رو بشارت دادن از مسیح براش گفتم. بعد گفت ببین زبان بلد اینجا؟ گفتم نه. گفت پس پشت سر من بیا که من، چون من اینجا، من زبان اینجا رو بلد هستم، کمکت میکنم که شما همین اتریش بمونید، چون ما بعد میرفتیم فرانسه، ما ویزای شنگلی که گرفتیم از فرانسه بود، ما اجازه نشیم تو فرودگاه اتریش اول بریم، میرفتیم از فرانسه باید بریم قانونا. ولی وقتی رفتم خود ایشونو یک ساعت نگه داشتم و ازش سوال پرسیدم و وقتی تموم شد گفت وای این چه آدم سختگیریه، اگر به من که 20 سال اینجا زندگی میکنم یک ساعت من رو توی پرسش‌های خودش قرار، شما که دیگه تا شب اینجا هستید. و گفت ولی من کنار میستم، اگر با مشکل روبرو شدی من میام. ما پاسامونو دادیم، اونم مهر کرد و اومدیم. گفت این یارو حالش خوب نبود، 20 سال من اینجا هستم، به من اینقدر گیر داد دلیلش. من واقعا میخوام بگم همه این مراحل نمایان بر این بود که خدا با ما بود. و بله، باور کنید. بله، حالا وقت نیست، فقط خیلی سریع میخوام بگم. بله، ما وقتی اونجا رسیدیم، این برادر یوحنا هیچ تلفنی هم نداشت. وقتی درسته. شنیده بود که من از ایران اومدم بیرون، حالا از بچه‌ها توی کلیسا شنیده بود چگونه بود، خب میشنم ایماندار بودم. بله، به نوعی اون ما تراسکخم بودیم توی اتریش، جایی بود که کمپی بود که برای پناهنده‌ها بود، میشنم پادگانی بود اون تراسکخم. هیتلر هم در گذشته یه آفیس اونجا داشته بود، شنیده بودیم. در هر صورت ایشون منو تو تراسکخم تو اون کمپ پیدا کرد.
پیدا کرد و بعدم یه آقای اومد که با هم یه چند روز بود آشنا شده بودیم به نام ادوین، اومد و ایشون لطف کرد گفت بدر رسول از آمریکا با شما کار دارم. گفتم کیه؟ گوشی رو گرفتم، گفت بدر رسول رفتید برای سفارت آمریکا؟ گفتم نه. شما؟ گفت بدر رسول گفتم شما اطاعت نمی‌کنید خدا رو. مگه من نگفتم شما باید برید سفارت آمریکا؟ خدا گفته شما باید بیاید آمریکا. گفتم بدر آخه من آمریکا بیام چیکار کنم؟ گفت نه همین فردا باید بری. خب برادر ادوین کی بود اون موقع؟ باش آشنا شده بودم فقط اینجا. باش آها فامیل همین برادر یوحنا بود، به توسط این منو پیدا کرده بود. حالا میگم نه همه کار اتفاقی خدا و بعد راستش به اصرار این برادر عزیزمون من فرداش بلند شدم رفتم یه سازمان بود به نام IRC اگه اشتباه نکنم. سازمان IRC بود که فعالیت پناهنده ها رو اونجا کاراشون انجام میداد برای اومدن به آمریکا. وقتی رفتم اونجا دیدم پلاکارد های بزرگی زدن که تعطیل شده اینجا، چند روز تعطیل شده و دیگه بررسی و رسیدگی نمی کنن برای پناهنده ها. گفتم خب دیگه تموم شد دیگه، اینم تعطیل شده. حالا این برادر یوحنا اینقدر می گفت. همون موقع دیدم یه کارمندی که اون از اونجا بود و کار میکرد و فارسی هم بلد بود اومد سمت من، گفت آقا بفرمایید شما باید چی اومدید؟ گفتم منم مثل ارامنه عزیز و آشوریان عزیز که اینجا هستن برای پناهندگی منم. گفت من شما مسیحی هستید؟ گفتم من مسلمان بودم، الان مدتی هست مسیح ایمان آوردم. گفت بگونم چجوری شد تو مسیحی شدی؟ منم برایش ترکم بودم زد زیر گریه، زد زیر گریه. گفت وایسو من اجازه بده یه تایم بهت میدم، اما نمیدونم حالا قبول بشی یا نه، ولی این تایمت بیه اینجا، شاید تا اون موقع اینجا باز شده باشه ولی فقط خودت بدونی. گفتم باشه. من این تایم رو گرفتم، رو همین تایم هم رفتیم و ما رو پذیرفت سفارت آمریکا و باور کنید شاید توی 2-3 دقیقه از ما سوال کرد فقط. لذا به ما گفته بودن کمتر از 1 ساعت اگر با شما مصاحبه کردن شما رد شدید. فقط به ما گفت از کجا اومدید، چرا اومدید و اسم فامیلتون چیه، که من 3 تا برگه پشت رو کیس نوشته بودم که گفتم شما اینو خوندید کاملا این کیس رو؟ گفت بله 100%، خود سفیر گفت. وقتی اومدیم بیرون خب همسرم که داشت گریه میکرد ناراحت بود، خودم خیلی ناراحت، گفتم بس ما رد شدیم. خب من ناراحت بودم چرا خدا منو آورده حالا باید رد شده باشیم، همه پول خرج کردیم اومدیم اینجا. بعد قرار بود ونوس از مدرسه خودش بگه، یه دفعه براش مشکل پیدا شده بود. منم گفتم پیش خودم فکر کردم گفتم خب حالا من یه خورده این کیسمو قوی تر میکنم اونجا که اینا منو قبول کنن. درسته. و این کار درست نبوده، چه بسا آدم تو این کلام خدا میگه نه شما نه و بله شما بله باشه، زیاده گویی نکن، چون تو زیاده گویی آدم میگه دروغ میگه. و این تو ذهن من بود دیگه با اتفاقایی که تو اون مدت 7 ماهی که ما اونجا بودیم برامون پیش اومده بود. و اما اصلا اجازه داده نشد من زیاده گویی کنم، اجازه داده نشد ونوس حرف بزنه دخترم. و وقتی اومدیم یه کلیسای سوخته توی اتریش هست، من دیدم روحیه همسرم خیلی به هم ریخته، از خودم تو اونجا مثل موزه است البته الان. گفتم بریم اونجا. و زهره به من گفتش که رسو تو چرا هیچی نگفتی؟ گفتم باور کن انگار دهن من یه نفر بسته بود. ونوس هم دقیقاً همینو به من گفت وقتی ازش پرسیدم. ولی من اونجا اولین صندلی اون کلیسا زانو زدم، گفتم خدایا آخه چرا به من گفتی بیام بیرون؟ من که اینا زندگی خوبی داشتم، مشکل آنچنانی نبود برای من. درسته تهدید و اینا شاید میشدم، شاید اتفاقی بعدی در آینده میافتاد، تو گفتی من بیام بیرون. باور کنید روح القدس با قلبم صحبت کرد خیلی قوی. من دهان سفیر رو بستم، من دهان تو رو بستم، من دهان ونوس رو بستم تا به تو بگم آنچه را که من شروع میکنم کامل میکنم. و 2 روز بعدش خبر این پذیرش ما برای کشور آمریکا رو به ما خبر دادن که ما رو پذیرفتن. و در کنار این وقت نیستش، ممنون که شما لطف کردید من دعوت کردم. اما در کنار این باور بفرمایید که صدها اتفاق زیبای دیگه ای افتاد که مانند معجزه هست، حالا به دلایلی نمیخوام بگم و همچنین وقت نیستش، اما این رو بدونیم هموطنان عزیز. من این رو یاد گرفتم وقتی که خدا وعده میده، وقتی که خدا قولی رو میده 100% خدا انجام میده. آمین. الانم که بالای 14 سال هست من در کشور آمریکا هستم، باور کنید
هرگز 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 خودم رو بالاتر از هیچ کشیش و شبانی که توی آمریکا خدمت میکنم، بیرون از آمریکا خدمت میکنم، دانشمو بیشتر نمیدونم، هرگز هرگز عزیزان همه پیشکسوت هستن، عزیزان همه بزرگتر از من هستن، چه از نظر دانششون، موقعیت هاشون، اما فقط یه چیزی رو میدونم، خدا قول و وعدش با من است و خدا آمد. من رو از ایران آورده اینجا آمد. با من کار داره و من ایمان دارم که در ادامه حیاتم هم خداوند با من هست آمد. تا آنچه که در من شروع کرده به کمال برسونه. آمد. همونطور که با تو هموطن عزیزم، آنچه که شروع کرده میخواد به کمال برسونه. ایمان به رویایی داشته باشید که خدا بهتون داده. آمد. و بایستید و ایمان داریم با فیض خداوند ایران ما آزاد خواهد شد. آمد. رژیم جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و ما اونجا سهمی داریم برای خدمت. آمین آمین آمین. ولی کش رسول که گفتین که بعد خدا وقت که خدا با شما حرف زد شما هم گوش کردیم، ما باید بله. گوش کنیم بله. مسلم ما باید گوش کنیم و وفادار به اون باشیم و عملم بکنیم. اگه خدا بله. از من به من از من میخواد که من خادم این کلیسا باشم یا یه کار دیگه ای، باید گوش بدیم به صدای خداوند بله. و امروز و فردا نندازیم. برافو برافو. چون که این عقب میفته برکت. درست دقیقا. خدا میخواد که اون موقع بود که باید شما میومدید بیرون، چون اون موقع بود که خداوند این همه مردم رو در سر راه شما گذاشته بودن که شما از اونجا راحت بیاین بیرون. حقیقتا حقیقتا. و خدا شکر خب تو این سال هم که اومدیم ثمره داده، چون گذشته از اینکه خب من دانشگاه الهیات رفتم درس خوندم، گذشته از در کنار خادمی و پیشکسوت ها توانستم یاد بگیرم، هنوزم دارم یاد میگیرم، باید تا آخر عمرمون یاد بگیریم. خدا من با فیضش حدود 800 نفر رو توانستیم ایرانی‌هایی که فارس بودن، مسیح زاده بودن، بهایی بودن، یهودی بودن، حتی خدا رو قبول نداشتن بله. حتی توشون آمریکایی، چند تا آمریکایی بله. هم بله. من تعمید دادم. خدا من با فیضش اونها رو دستگیری کرده آمد. و با برنامه تلویزیونی توانستیم حداقل روزی یه نفر به مسیح ایمان آوردن. این حداقل آمار در کنار شماها، واقعا شما عزیزان که کنار من هستید، همسرتون رو به ترزن و بقیه رهبران عزیز، پس این واقعا فیض خدا بوده که ما رو حمایت کرد و میدونیم که پس یک میوه هم نیز داده. بازم تشکر میکنم، خواهش میکنم، ممنونم که وقتتون رو گذاشتی، میدونم که خیلی بیزی هستی با تمام تلفن ها و وقتتون رو گذاشتی و خیلی برکت گرفتی، همیشه از شما برکت میگیریم و عزیزانم شما رو به خداوند خود مهربان میسپارم و تا یک هفته دیگه که با برادرمون بمید خدا رو هم اینجا خواهیم بود که بشنویم از گواهی ایمان ایشون، شما رو به خداوند میسپارم. هفته پر از شادی و برکت خدا باشه. میبینیم شما رو. مرسی.